یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران از مشاهده مواردی از ابتلا به بیماری عفونی و کشنده قارچ سیاه در تهران خبر داده و گفته است اگر در سطح جامعه عفونت قارچی مهاجم فراگیر شود منجر به مرگ و میر خواهد شد. بیماری قارچ سیاه چیست و چه ارتباطی با ویروس و بیماری کرونا دارد؟ گزارشی در این ارتباط. خبرگزاری برنا به نقل از مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا نوشته، به صورت رسمی موارد ابتلا به عفونت قارچ سیاه اعلام نشده، اما به گفته وی در یک مورد عفونت در بیمار کرونایی، فرد مبتلا در بیمارستان لقمان تهران بستری و با درمان مناسب ضد قارچی مرخص شده است. به گفته این مقام رسمی، بیماری عفونی قارچ سیاه به دنبال مصرف کورتون یا دگزامتازون به وجود می آید که این روزها این دو دارو به عنوان درمان انتخابی ضد التهابی برای بیماران مبتلا به کرونا در سراسر جهان استفاده می شود. بنابر اعلام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا، عامل ابتلا به قارچ سیاه کپکی است که به سیستم تنفسی حمله کرده و تنفس های قارچ سیاه می تواند بر سینوس و ریه ها تأثیر گذاشته و علائم آن بسته به محل آن در بدن می تواند شامل تورم صورت، بروز تب، زخم‌های پوستی و زخم‌های سیاه داخل دهان و حفره‌های هوای پشت پیشانی، بینی، گونه‌ها و بین ابروها و دندان‌ها باشد. وزارت بهداشت هند نیز به تازگی اعلام کرده افراد دچار کمبود ایمنی و مستعد ابتلا به بیماری‌های عفونی از جمله بیماران مبتلا به بیماری کووید 19، بیماران دیابتی، افرادی که استروئید مصرف می‌کنند و افرادی که بیماری‌های دیگر مثل سرطان دارند و پیوند عضو داشتند در برابر بیماری کشنده قارچ سیاه آسیب‌پذیری بیشتری دارند. در این میان بیماران کرونایی به طور ویژه آسیب پذیرتر هستند، چرا که نه تنها ویروس سیستم ایمنی آنها را ضعیف کرده، بلکه داروهایی که برای درمان آنها استفاده شده واکنش سیستم دفاعی بدن آنها را سرکوب کرده است. به گفته این وزارتخانه، بیماران مبتلا به کووید 19 که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده و تحت اکسیژن درمانی هستند، ممکن است در مجاورت دستگاه رطوبت ساز باشند و این امر محیط را برای رشد قارچ‌ها از جمله قارچ سیاه مساعد می‌کند و آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد.